پس از دو ماه از درگذشت پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح حکومت نتوانسته است شخصی را به این سمت معرفی کند، اما اعضای مجلس نمایندگان از حکومت میخواهند که هرچه زودتر رئیس جدید این شورا را به مجلس معرفی کند، خواسته که بارها از سوی این نمایندگان تکرار شده است. او در صلح عالی شورا په تکرار نماینده جناب عزرمتی صاحب بحثونه درلودل د استاد شهید رباني نانیولې تر اوسه، او د نوي رئیس غوښتنه وکړه، موږ به غږ دا وکړو چې د صلح عالی شورا لپاره یو مناسب رئیس حکومت پیدا کړي او د افغانستان د خلکو په اکثریت نظریاتو سیاسي قشر په تایید باندې او ملت ته یې وړاندې کړي تر څو د صلح پروسه لا ګړندۍ شي. او یو ځل بیا دلته د حکمتیار صاحب سره د صلح د پروسې نه حمایت اعلان وو تر څو خدای دې وکړي چې هغه مواد چې د دوی تر څنګ دي. با این حال سناتوران نیز تامین صلح را در کشور یک نیاز جدی دانسته و تاکید دارند تا زمانی که کشورهای منطقه دست از حمایت گروه های عراس افغان نبردارند امنیت در کشور تامین نخواهد شد. دیار لس ور لس کلا کرزی بوده صلح پا وزر پا زوری تر کرده او اوز در دوار بنیم کلاش افغانی پا تر کرده. صلح افغانی نده، صلح در طلب سر نده، صلح باید دی دی ایسای کی جی بی سپای پزداران د جنگ د دغه دای کچیر په پښتو کې یو مثال دی وایي چې زور د عقل بخښلوي، کچیر زور وی والا بلا په ورځ کې صلح راځي. اوردن اصل در افغانستان تقریبا 40 سال میشه متاسفانه در افغانستان جنگ است، اما یک چیز باید بگویم که ما مایداد و موافقتنامه‌های با کشورهای مختلف جهان داریم و به اصطلاح اونا دوستای بین‌المللی افغانستان شمرده میشن. خواست ما از اونا ایست که اونا باید اگر در آوردن سال با ما کمک میکنن صادقانه کمک بکنن، اگر در جنگ هم برای ما کمک میکنن کمک صادقانه بکنن. این سناتوران می افزاین تا زمانی که صلح در کشور برقرار نشود برگزار انتخابات پارلمانی ناممکن خواهد بود، اما برخی دیگر این سناتوران تاکید بر روشن شدن تاریخ برگزاری انتخابات دارند. آنان حکومت را به وقت کشی و به توجهی متهم میکنند. انتخابات و مستقل کمیسیون مستقل نه دی، نو خبر دی چې اسپیزیا ولاس په دی و نه غولوي او دغه ټول انتخابات ریاست جمهوری سره یو ځای کی دی ولایتي شوراګانو او دی ولسی جرګې او دی ولسوالۍ شوراګانو ټول انتخابات په یو ځای وشي. دا غیر قانوني پارلمان چې وسناستي او د دې زمج د سنا مجلس هم در سوالو سره لاندې دی، ژر تر ژره باید د انتخابات کمیسون باید د انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د افغانستان ولسونه او د افغانستان خلک دې ته ډېر سترګې پر لار دي. این گفته ها در حال مطرح می شود که شورای عالی صلح در جریان سال روان توانسته است با حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار به تفاهم برسد. این شورا از گروه های مخالف دیگر هماره خواسته است که به این پروسه بپیوندند، خواسته که بارها با انتحار و انفجار پاسخ داده شده است.